به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم. در ساعت یک بعد از ظهر آفتابی واشنگتن با شما خواهم بود. در ساعت پیش رو در این شماره از برنامه میپردازیم به پیامدهای قتل بیژن ابراهیمی، شهروند ایرانی در انگلستان. چند تن از افراد پلیس انگلیس در این ارتباط محکوم شدند. آنان متهم بودند که با سهل‌انگاری های خود قتل بیژن ابراهیمی را تسهیل کردند. اجرای عدالت در انگلستان چگونه است؟ و آن سوتر در آمریکا. گزارش سنای آمریکا درباره شکنجه های اعمال شده از سوی مسئولان مربوطه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در مورد متهمین به عملیات تروریستی، جنجال تازه‌ای در عرصه سیاسی آمریکا، بررسی روند اجرای عدالت در غرب انگلستان و آمریکا چگونه است و در کشورهای دیگر دور از دموکراسی عدالت چگونه اجرا می شود یا نمی شود. با من و شما هستند علی‌رغم مشغله بسیار زیادی که دارند. به خاطر شما عزیزان دعوت ما را پذیرفتند آقای دکتر سرتیب علی دیزایی از مقامات و مسئول و رئیس پیشین پلیس لندن با من و شما خواهند بود در تفسیر خبر تا لحظاتی دیگر. من با وقت کوتاهی که داریم و بیوگرافی جناب دیزایی عزیز طولانی تر از وقت برنامه ما هست فقط توضیح کوتاهی بدم. آقای دیزایی گرامی دارای تحصیلات عالیه تا درجه دکترا در حقوق هستند. در زمینه خدمات پلیس باعث افتخار بسیاری از باعث افتخار جامعه ایرانی خارج از کشور و مطمئن هستم در داخل ایران نیز بودن، دست یافتن، رسیدن به مقامی در جایگاه رئیس پلیس انگلستان کاری نساده که ایشون به چنین مقامی رسیدن و خوشبختانه سرفراز بیرون آمدن از پیامدها و مسائلی که در این راه بود. افتخار دیگه به کارنامه ایشون به عنوان یک ایرانی تبار انگلیسی افسود. دارای اثرات نوشتاری هستند و همینطور سخنرانی های متعدد در جوامع بین المللی مربوط چه در عرصه اروپا و چه در آمریکای شمالی. گفتم بیوگرافی شرح فعالیت های آقای دیزایی گرامی طولانی تر از وقت کم برنامه ما هست. به اتفاق شما عزیزان به دکتر سرتیب علی دیزایی خوش آمد میگیم. سلام به شما. درود بر شما جناب چالنگی. همیشه واقعا من وقتی دعوت میشه که بیام پیش شما خوشحال میشم و همچنین سلام به تمام بینندگان گرامی شما در تمام دنیا. خیلی ممنون که لطف کردین و منو دعوت کردین به استودیوتون در شهر لندن. سپاس از شما که این هم باز نشونه دیگری از بزرگواری همیشگی جناب دیزایی عزیز. من از همینجا شروع کنم. ببینید شما با تجربیات گسترده‌ای که دارید، بیژن ابراهیمی یک شهروند ایرانی ساکن بریستول چند سال پیش کشته شد. محاکماتی در جریان، تحقیقات و و و و چند نفر در پلیس متهم شدن، از کار برکنار شدن و پیامدها شد. برای بینندگان من توضیح میدم این رویداد رو شما چطور ارزیابی میکنین؟ روند اجرای عدالت رو در انگلستان در ارتباط با قتل یک شهروند ایران. جناب چالنگی، اول میخواستم شروع بکنم که بگم
این قتل بیژن ابراهیمی یه قتل تصادفی نبود. موزل نجات پرستی و این اصل نجات پرستی الان چندین سال در سیستم نیروهای انتظامی پلیس وجود داره و در سال 1909 که 1999 که یک پسر سیاه پوست انگلیسی به نام استیون لارنس به قتل رسیده شد، موزل نجات پرستی در پارلمان انگلیس طریق آقای جک استرو که اون موقع وزیر کشور شد افشا شد و نشون داده شد و تایید شد در پارلمان انگلیس که پلیس انگلستان از نظر اساسی نجات پرسته. این نظر پارلمان و نظر علی دیزایی نیست، ولی متاسفانه با تمام تلاشایی که نیروهای انتظامی و دولت انگلستان کرده از سال 1999 تا 2014 این پرابلم نجات پرستی در درون پلیس وجود داره و قیافه زشت خودشو هر موقعی نشون میده و متاسفانه نشون داد در قتل آقای بیژن ابراهیمی که باعثش هم نجات پرستی بود هم بی ارزگی پلیس. و واقعا بعد این همه سال که خود من و دوستانمون در پلیس سعی کردیم که نیروهای انتظامی پلیس انگلستان و اسکاتلند یارد رو از این نجات پرستی رها بکنیم، هنوز این اتفاق نیفتاده. بله. و اون وقت افرادی که به چه شکل، یعنی تحقیقات انجام شد و به چه شکل، من میخوام ببینم از این ور اگر نجات پرستی هست از اون ورم ظاهرا به نظر میاد که هستند کسانی که مصرانه با اصرار و تاکید میخوان عدالت اجرا بشه، کمان که الان گروهی از افراد پلیس بازداشت شدن، نیست؟ دقیقا حرفتون درسته. کیس آقای بیژن ابراهیمی تاریخچه پیچیده ای داره. ایشون چندین سال، 6 سال بود که شکایت میکرد به پلیس محله که به خاطر اینکه من دیسیبل هستم، معلول هستم و به خاطر اینکه من از اقلیت‌های قومی هستم، ایرانی هستم، اذیت میشم و به جای اینکه طبق قانون پلیس بیاد این شکایت ایشون رو جدی بگیره و تحقیق روش بکنه، کاملا ایشون رو به ایشون محل نذاشتن، واسهش هیچ کاری نکردن، هیچ ریسک اسسمنتی براش انجام ندادن و این باعث شد که همسایه های دوروبر ایشون اینو بسنجن که ایشون یه آدم تنهاییه و هیچ حمایتی از پلیس نداره و اذیت کردن ایشون طبق این 6 سال همیشه بیشتر شد، بیشتر شد، بیشتر شد و باعث مرگ ایشون شد. و حالا که آمدن همه کیسو از اول تا آخر رسیدگی کردن، سهل‌انگاری و بی‌ارزگی و نجات پرستی افراد پلیس در این افشا شد و برای همینه که 4 افسر پلیس الان بازداشت شدن و تحت قانون هستند و دادگاه دارن در سال آینده و 12 تا افسر پلیس دیگه هم زیر سوال هستن. آقای دکتر دیزایی، در دفتر حقوقی شما در این زمینه فعالیت داره یا در مورد به سر مبارزه یا تلاش برای کاهش تبعیض نژادی در انگلستان؟ بله، کار من الان یه ذره جالب شده. اون موقعی که فرمانده پلیس بودم خب برای پلیس کار میکردم که، ولی الان که تو دفتر وکالت کار میکردم الان کیسای ضد پلیس رو ما نگاه میکنیم و بهش رسیدگی میکنیم و متاسفانه یک پرابلمی که من همیشه میدیدم همون موقع که در پلیس شاغل بودم و فرمانده بودم و الان میبینم، وقتی که یک اتفاقی اینطوری میفته پلیس نمیاد دستشو بالا ببره بگه من اشتباه کردم و اون زجر رو به اون فامیل اون ویکتیم کمتر بکنه. همیشه باید اون اول بجنگه، انکار بکنه تا اون موقعی که محکوم بشه و این
همیشه باعث تأسفه، به خاطر اینکه بی‌عدالتی همه دنیا هست. ما شورش های جدید تو آمریکا رو دیدیم، همه دنیا این هست. ولی وقتی این اتفاقا میفته، عکس العمل دولت و عکس العمل پلیس خیلی مهمه که چه برداشتی، چه درسی از این اتفاق بعد بگیره. و این یه چیزی که همیشه واسه من باعث تعجب بوده که چرا پلیس یاد نمیگیره از اشتباهایی که میکنه. و هنوز پلیس انگلستان سلاح حمل نمیکنه یا نه در مواردی مجاز است؟ پلیس انگلستان طبق قانون همه افسرهای پلیس سلاح حمل نمیکنن، که برای خیلی از بینندگان باید جالب باشه، چون بیشتر دنیا تمام افسران پلیس تقریبا حتی پاسبانا تو خیابون سلاح حمل نمی‌کنن. اینطور در انگلیس نیست، فقط یک گروه به خصوص پلیس انگلستان سلاح حمل می‌کنه، مثلا کسایی که در فرودگاه کار می‌کنن و کسایی که در آگاهی کار می‌کنن. و پلیس انگلستان و اسکاتلند یارد همیشه میگه به خاطر اینکه ما روتینلی اسلحه حمل نمی کنیم، کمتر به افسرامون حمله میشه، و این ثابت شده. خب اومد یه نکته هست در پرانتز من میگم خدمتتون، این که این نکات جالب جوامعی مثل انگلستان یا بقیه کشورهای اروپایی هست. از یک طرف شما میبینید در خیلی از کشورها، خاورمیانه، کشورهای با اکثریت بیشتر مسلمان هستند، بعضی از این کشورها اجازه تأسیس کلیسا یا معبد یهودیان و مذاهب و ادیان دیگه رو نمیدن در پایتخت. بعضی از کشورها مثلا مثل ایران حتی اهل سنت ایرانی در خود پایتخت کشورشون مسجد ندارن. تبعیض‌های مذهبی هست، تبعیض‌های قومی هست در بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ایران. اما در همین انگلستان به طور نمونه شما اشاره کردین که کاملا هم درست که تبعیض وجود داره در میون خود، ولی از طرف دیگه میبینین که تمام مذاهب آزادن، تمام ملتهایی که میان به انگلستان تشکیلات خودشون دارن. همین فردا اربعین هست، مرکز اسلامی ایران در لندن حتی آش اربعین میده یا شل زرد اربعین یا بقیه اجبر رود، مثلا آدم میره انگار در یک خیابون قاهره یا مراکش داره قدم میزنه، و همینطور پاکستانی و ترکا و بقیه جاها. این و از طرف دیگه تشکیلات ضد نجات پرستی یا تبعید هم هست. این مجموعه رو شما چطور، این مجموعه چطور بهش نگاه میکنید؟ تاریخچه انگلیس خیلی یونیکه. بعد جنگ جهانی دوم خیلی از هند و پاکستان شروع کردن مهاجرت به انگلستان و دعوت شدن، و خیلی ها از کنیا و جامائیکا دعوت شدن به انگلیس به خاطر کمبود وضعیت کار. و اون گروهی که سال 1945 به بعد اومدن در انگلستان ساقل شدن اینجا و اینجا الان دیگه زندگی میکنن. و دولت انگلستان موظفه به خاطر این دایورسیتی که در جامعه انگلیس خودش ایجاد کرده، قانوناشو درست بکنه که تبعیض نژادی وجود نداشته باشه. بنابراین واسه یک کشوری مثل انگلستان و همینطور آمریکا که ایمیگرنتس رو طلبیده در سالهای پیش، باید نه تنها به اونها حق قانون بده و حمایتشون بکنه، و سعی بکنه که این جرایم تنفری از بین بره. اینا رو ما این کار اتفاقی واسه آقای بیژن ابراهیمی افتاد و واسه کسای دیگه که میفته، اینا رو ما بهشون میگیم هیت کرایم، یعنی جرائمی که با تنفر ایجاد میشه. این تنفر یا از مذهب، یا این تنفر به خاطر اینکه این شخص از اقلیت‌های قومیه، این تنفر به خاطر اینکه حتی یک نفر معلوله. و دولت و پلیس موظفه که کاملا از این گروه ها حمایت بکنه، و این کافی نیست که بگه
چون ما آزادی های دموکراتیک داریم در کشورمون، همونطور که شما گفتین، ما دیگه بسته که کارهای دیگه بکنیم. این ولیو های دموکراتیک وجود داره و باید حفظ بشه برای حمایت از اقلیت های قومی در انگلستان و حتی در آمریکا. و تسهیل میکنه برای پیشرفت اقلیت های قومی؟ 100%، به خاطر اینکه واقعا حتی این کلمه اقلیت های قومی هم بعضی وقتا زیر سوال میره، چون یادتون نره جناب چالنگی در بعضی از ناحیه های لندن، یعنی 14 تا ناحیه از 52 تا ناحیه تو لندن، اقلیت های قومی بیشتر از خود انگلیس ها هستن. ما الان 3 تا شهر در انگلیس داریم که به اینا بهشون میگن سوپر دایورس سیتی، یعنی بازم اقلیت های قومی پاکستانی ها و هندی ها بیشتر از انگلیس هستن. انگلیس هستن و ما الان در پارلمان انگلیس لورد داریم، برنس داریم که از اقلیت های قومی بودن، البته خیلی کمتر از آمریکا. و این حمایت از دولت، قانون و پلیس یه حالت آرامش واسه مردم ایجاد میکنه و واقعا یه کیسی مثل بیژن ابراهیمی یا یه کیسی مثل استیون لارنس که من اول مصاحبه با شما کردم، آرامش مردم رو خراب میکنه و اطمینان مردم رو به پلیس خیلی کمتر میکنه. بله، همونطور که اشاره کردین، منم گفتم اجویر رود شبیه شهر همرا در بیروت یا مثلا شبرا در قاهره است و جالب هست. و فینشلی رود اگه درست دارم میگم، درسته، مثل یه قسمت از خیابونهای تهران هست. جان چون لندن خوب بلدین و حتی یه آمار خیلی جالبی، یک منطقه هست نزدیک فرودگاه، یه مدتی من رئیس پلیس فرودگاه هیترو بودم، اون دورور ما بزرگترین جمعیت سیک پنجاب داریم بعد از هند. یعنی این خیلی آمار جالبیه، یعنی بعد از هند تو دورور فرودگاه لندن بزرگترین جمعیت پنجابی سیک هستن. و این نشون میده که واقعا چرا پلیس باید شبیه مردمی باشه که روش نظارت میکنه و چرا دولت باید از اقلیت‌های قومی حمایت بکنه. چون واقعا لندن به خصوص و شهرهای دیگه خصوص دیگه عوض شده، فیسش عوض شده، دی ان ایش عوض شده. یعنی الان ما پلیس سیک زیاد داریم در انگلستان، نه جناب دی جی؟ زیاد که نداریم، الان همش 6% از تمام پلیس لندن از اقلیت‌های قومی هستند، در صورتی که در حدود 30% مردم لندن از اقلیت‌های قومی هستند. و اگر پلیس بخواد اعتماد مردم رو جلب بکنه، باید پلیس‌هایی که تو پلیس کار می‌کنن از اقلیت‌های قومی باشن. مثلا خود من واقعا باعث تعجبه که یکی از ارشدترین افسرهای غیر انگلیسی بودم در انگلستان. بله. و همش 2 نفر از ما بودیم و این اصلا با منطق جور نمیاد وقتی که شما عکس مردم لندن رو از بالا نگاه بکنین و ببینین چقدر اقلیت‌های قومی از هر نژادی، هر مذهبی زیاد هستن، ولی پلیس اصلا شبیه اون مردم نیست. و این باعث اینه که موزل نجات پرستی کم نشه و اطمینان مردم به پلیس هم کم بشه. آقای دیزایی، یعنی بنابراین اشاره کردیم موانعی چندان سخت وجود نداشت به اون شکل که شایستگی ها، توانایی ها، استعداد های کسانی مثل شما رو کاملا مانع بشه. بله، متاسفانه انگلستان مثل آمریکا نیست، البته آمریکا هم خیلی بیشتر میتونه جاشه، ولی واقعا جنبش اقلیت های قومی و بالا رفتن اقلیت های قومی در سیستم قانون، در قاضی ها، در وکلا، در پلیس خیلی خیلی کمه
حتی در دولت، مثلا در تمام انگلستان ما همش دو تا سیاه پوست داریم که قاضی باشن در سوپریم کورت، و این واقعا بعد 60 سال ایمیگریشن به انگلستان باعث تعجبه از خیلی حقوقدانها و دانشمندهای سیاسی. خب آقای دیزایی عزیز، همونطور که اشاره کردیم بعضی از محلات در آمریکا هم هست، مثل وستوود در لس آنجلس به آمریکایی های بومی خارجی میگن، همینطور در خیابان یانگ تورنتو مثل اجور رود به انگلیسی بومی خارجی گفته میشه. آقای دیزایی عزیز اشاره کردیم به آمریکا، الان خب بینندگان من ما توضیح میدم براشون که این گزارش سنایی که منتشر شده باعث جنجال بسیار شده در آمریکا. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم به وقت واشنگتن یکی بعد از ظهر باز مطرح هست، در خود سنا مطرح هست، در جاهای دیگه باز مطرح هست، در مجلس نمایندگان و شبکه‌های رادیو تلویزیونی که تقریبا 24 ساعته دارن به این موضوع میپردازن. چه هدفهای سیاسی پشتش هست بین دو حزب؟ اینها از موضوعات مورد بحث هست و بقیه مسائل. اما اون چه که مهم هست این هستش که اموری مثل شکنجه زندانیان، حتی متهمین به عملیات تروریستی، حتی کسانی که اطمینان 100% وجود داره مثل خالد شیخ که در عملیات تروریستی شرکت داشته، شکنجه اونا بالاخره پنهان نموند و آمده بیرون و حالا مورد بحثی که کار درستی بوده یا نبود. ارزیابی شما رو میشنویم، چون این اقداماتی تا چند اندازه اینجا یکی از حرفایی که میزنن اینه که اگه ما شکنجه نمیکردیم یا نمیکردن اطلاعاتی به دست نمی اومد، از جمله محل زندگی بن لادن و کشته نمیشد. تفسیر شما رو میشنویم. چقدر اهمیت داره این موضوع افشای چنین چیزایی برای حفظ دموکراسی در این کشور؟ ببینید، دموکراتیک ولیوز، یعنی اون اصولای اصلی دموکراتیک نمیتونه عوض بشه. ما نمیتونیم مثلا بگیم این سری اصول دموکراتیک ما هست و ما پایبند این اصول ها هستیم و احترام به این اصول ها میذاریم، ولی یک روز بعدش بیایم بگیم نه، ما این اصول ها رو دیگه قبول نداریم و از کشو یه سری اصول دیگه در میاریم. ببینید، این هیچ وقت نمیخوره و اطمینان مردم رو به اون دولت کم میکنه. تو کار من تو این 25 سالی که خودم پلیس بودم میدیدم با چشم خودم مجرمینی که واقعا قتل‌های بدی کردن، تجاوزهای بدی کردن، کودک آزاری کردن و خیانت به جامعه کردن، ولی هیچ وقت اون خط قرمز رو یک مامور، یک افسر پلیس، یک ایجنت دولت نباید ازش عبور بکنه، چون اگر از عبور بکنه اون اصول دموکراتیک اون کشور و اون قانون اساسی اون کشور رو از بین میبره. و چی من خط قرمز میخوام، نه منظورتون نگرفتم. خط قرمز منظورم خط قرمز قانون شکنی و در کیسی که الان شما میگین شکنجه، به خاطر اینکه هر چی که ما بخوایم به دست بیاریم توی یک اینوستیگیشن، توی جستجوی پلیسی، هیچ وقت ما نباید قانون رو بشکنیم که به اون هدفمون برسیم. اگه قانون شکنی شکنجه است چه بدتر. و من خیلی خوشحالم و واقعا این نشون میده که تو آمریکا دموکراتیک ولیو چقدر قویه، که با اینکه این اتفاقا افتاده و افشا شده و مردم هم چقدر ناراحت هستن با این، و این جوابی که خب ما باید این کارا رو میکردیم به نظر من زیاد صحتی پیدا نکرده، و این دوباره یک الگو مثبت از یک جامعه دموکراتیک آمریکا هست. بله، الان هم خیلی مورد بحث از زاویه های گوناگون این موضوع رو دارن بحث میکنن و یک نظرم وجود داره. خیلی ها میگن که همین 11 سپتامبر هم که اتفاق افتاد ما نباید در شیوه زندگیمون تغییر بدیم، این همه کنترل، این همه وسواس و اینا، برای اینکه اینا قیمتی برای حفظ دموکراسی ما
پرداختیم، یعنی درهای بازی داشتیم و داریم، بنابراین درها رو نباید ببندیم. همچین نظری هم هست، درست یا بله ولی نادرست لابلای نظرها مطرح میشه. این اتفاقی که افتاده که شما میگین، این دلیل نمیشه که یک جوازی باشه برای دولت که هر کاری میخواد انجام بده. ما در ماهای اخیر شنیدی بودیم به خاطر شنودهای غیرقانونی که آمریکا NSA میکنه و انگلستان میکنه به ایمیل مردم، به تلفن‌های مردم، حتی به تلفن‌های پرایم مینیسترهای کشورهای دیگه. متاسفانه این هیچ وقت قابل قبول نیست که شما به خاطر اتفاق سپتامبر 2 سپتامبر بیاین یه جوازی واسه خودشون درست بکنین که هر کاری که دوست دارین انجام بدین، شکنجه بدین، شنود غیرقانونی بکنین و این کارا رو انجام بدین. و به نظر من اینا همه خیلی خوب شده که افشا شده و اینا باید بحث بشه در پارلمان و در سوپریم کورت های آمریکا. اتفاقا همین موضوع رو جناب دیزایی اشاره بهش میکنم، یعنی که 11 سپتامبر این اتفاقات افتاد، این قیمتی است که ما برای دموکراسی میدیم و نباید شیوه زندگی رو عوض بکنیم که بیایم کنترل کنیم مردم رو، فرودگاه اینقدر سخت و زندگی رو اینقدر سخت بکنیم و ببریم زیر کنترل مردم. نباید این کارو بکنیم، باید اجازه بدیم همون روند زندگی دموکراتیکی که داشتیم ادامه پیدا کنه، همون فرمایش شما که اشاره کردید. بله. یک پرسشی که هست این هستش، شما به عنوان افسر ارشد پلیس کشور انگلستان وقتی میدیدید یه فرد زیر دست شما، شاهد بودین کسی رو متهم رو بازداشت کرده ولی کتکش زد، عکس العمل شما چی میتونست باشه و چه بود؟ بدون یک ثانیه فکر من اون افسر رو خودم دستگیرش میکردم و به دادگاه تحویلش میدادم و این کارم کردم و چندین بار این اتفاق افتاد و بایدم بشه و من تنها کسی نبودم که این کارو کردم. و با اینکه ما بعضی وقتا خیلی از پلیس انگلستان خب انتظارهای بالایی داریم و توبیخشون میکنیم، باید آدم چیزهای مثبتش هم بگه. و واقعا یه چیزی که من میتونم بگم در تجربه خودم اینی که واقعا کتک زدن، شکنجه دادن در سلولا، در کلانتری ها اگر دیده بشه، امکان خیلی زیادی داره که افسرهای دیگه اون افسری رو که این کارو کرده لو بدن و برن ازش شکایت بکنن. و تو تجربه من این اتفاق خیلی افتاده. و در ضمن برگردیم اون حرف جالب قشنگی که شما زدین درباره این که چقدر ما باید آزادی خودمون رو به خاطر کارهای تروریستی از دست بدیم. همه این بحث درباره تعادله. میدونین همه مردم، شهروندا بعدشون نمیاد یه سری آزادیاشون و فریدمشون رو از دست بدن به خاطر امنیتشون. و این دولت هست و این پلیس هست که بیاد اون تعادل رو حفظ بکنه. مثلا آیا من ناراحت میشم منو خوب بگردن در فرودگاه؟ نه، واقعا ناراحت نمیشم اگه واقعا امنیت خودم و فامیلم برقرار باشه. ولی آیا من ناراحت میشم یکی بدون دلیل ایمیل و تلفن‌های منو گوش بده؟ من خیلی ناراحت میشم و شکایت میکنم. بنابراین بحث فقط درباره بالانسه و درباره تعادله. و متاسفانه در آمریکا ما دیدیم که اون تعادل و اون بالانس به وجود نیومده. شنودهای غیرقانونی و شکنجه های غیرقانونی اتفاق افتاده و باید رسیدگی بشه. یعنی ببینید این که شرکن شکنجه های غیرقانونی، اما نکته همینه در آمریکا این هست که اگر ثابت بشه هر اعترافی و هر سخنی، اعتراف به هر جرمی با اعمال شکنجه به دست اومده، این اعتراف باطله و قانون اینو تایید میکنه. و چیز جالبم اینه که پژوهش، اصلا ریسرچ و پژوهش نشون داده که اعترافاتی که زیر شکنجه به دست میاره باطله، اصلا صحت نداره. و این در همین کیس
که شما دربارش صحبت میکنید اتفاق افتاده. 20 تا از این اعترافاتی که زیر شکنجه دریافت شده بوده، وقتی که رفتن پژوهش کردن، ریسرچ کردن، دنبالگیری کردن، دیدن اصلا اون طرف این اعتراف رو کرده به خاطر دردی که حس می کرده و اصلا اون کار رو نکرده بوده و واسه همین شکنجه هیچ وقت جواب پس نمیده. یعنی شما شرکت شکنجه قانونی غیر قانونی، منظور این هست که شکنجه کلا غیر قانونی است، درست میگم؟ شکنجه کلا غیر قانونی است و از نظر کاری هم جواب پس نمیده. بله، یعنی اصلا شکنجه قانونی که قطعا نداریم، داریم؟ نه، شکنجه قانونی که 100% نداری، ولی کسایی که فکر میکنن با شکنجه میتونن به هدفشون برسن، پژوهش نشون داده که حتی اونها به هدف نمیرسن. خب باز در بعضی از کشورها این هست جناب دیزایی، که اعتراف شخص به جرمی به خودی خود باعث این جرم، یعنی باعث متهم بودن یا مجرم شدن نیست، یعنی تا اینکه ثابت بشه اون جرم، بستگی چون داره. ممکنه بله کسی قتل دیگه رو کرده باشه، اومده یکی اجیر کرده، گفته اون نفر اجیر شده میگه آقا من قاتل هستم، یه همچین چیزی در انگلستان هم همینه. در انگلستان به اون صورت نیست، یعنی واقعا اگه از یه نفری که عقل و هوش درستی داشته باشه و یک جرمی اتفاق افتاده باشه و خودش والنترلی بره اونجا و بگه من این جرمو کردم و واقع عرام اون جرمم اونجا باشه، امکان زیادی داره که دادگاهی بشه. ولی معمولا اون افسر پرونده است، اون کاراگاهه که باید اون ادمیشن خوب نگاه بکنه، روش فکر بکنه و ارزیابی بکنه که ببینه یه آدم بیگناه به خاطر فشارهای غیر مستقیم نیومده یک جرمی رو قبول بکنه. بله. و الان در ارتباط با بیژن ابراهیمی، جناب دیزایی عزیز، دادگاه نهایی در پیش خواهد نیست؟ درسته. این 4 افسر دادگاهی شدن ولی هنوز محکوم نشدن. اینا اتهامای رسمی به آنها زده شده از دادستانی، که خودش یک قدم بزرگیه، چون معمولا وقتی دادستان اتهامی به پلیس بزنه و پلیس رو دادگاهی بکنه، 100% در پرونده چیزی دیده. فاز بعد اینه که این افسران جلوی هیئت منصفه در چند ماه آینده با وکیلاشون باید بیان و 100% انکار بکنن که باعث این جرم سهلنگاری، نجات پرستی و بیارزگی نبودن. و این هیئت منصفه است که آخر تصمیم میگیره که آیا این افسران باید محکوم بشن یا نشن. اگر محکوم بشن 100% زندانی میشن. ولی واقعا یه چیزی که واسه من همیشه جالبه اینه که اینا، این افسرایی که تو کیس آقای بیژن ابراهیمی الان بهشون اتهام زده شده، همه درجه پایین هستن، همه پاسبان هستن، همه استوار هستن. وقتی که یه اتفاق اینطوری میفته در مرور 6 سال، باعث تعجبه که افسران ارشدی در دادگاه نیستن. خلاصه من 52 تا کلانتری در لندن زیر دست من بود. وقتی که من یه اتفاقی در یه کلانتری میافتاد، من خودم رو مسئول میدونستم. و واقعا اگه یه آدم بیگناه کشته شده و 4 پاسبان الان دادگاهی شدن، سوالی که باید الان بشه اینه که چرا سرهنگ ها، سرتیب ها در جلوی دادگاه نیستن؟ چرا اونها اجازه دادن که سیستم انقدر خراب باشه که این پاسبان ها الان باعث اتهام قرار بگیرن؟ آقای دیزایی عزیز، برای من یکی از نکات دلنشین صحبت های شما فارسی صحبت کردن است، سلیس شما هست. با همون ترما و اصطلاحات ایرانی راجع به پاسبان و استوار اینا صحبت میکنید. بله، خود من همیشه اتفاقاً سالها همچنان فارسی روان و سلیس است. من همیشه، من اگه یادتون باشه جناب چرنگی، اول از بینندگانتون معذرت میخوام، چون همچین کلمه ها رو خوب ممکنه نتونم بگم دیگه. خلاصه سعی خودمون میکنیم. همونطور که میدونیم ما از 8 سالگی اومدیم انگلیس، دیگه فارسی رو از دوستان و
همه یه جوری یاد گرفتیم که بتونیم جواب پاسخهای شما رو با دقت بدیم. اختیار دارید. همیشه آقای دیزایی عزیز بیرون از دوربین و استودیو نیز همین فارسی و همین خوبی و همین دلنشینی و صمیمی صحبت میکنه. و من به عنوان آخرین سوال، چنانچه پلیس محکوم بشن در دادگاه، آیا غرامتی به خانواده ابراهیمی هم پرداخت میشه اگر طلب کرده باشن یا نه؟ در اون شکی نیست، 100%. سپاس بسیار داریم از جناب آقای دیزایی گرامی، دکتر سرتیب علی دیزایی، فرمانده پیشین پلیس، رئیس پیشین پلیس لندن، پایتخت انگلستان، بریتانیا. با سپاسی دوباره از شما. درود بر شما. و امیدوار هستیم در برنامه‌های آینده نیز با من و شما باشند آقای دیزایی گرامی. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظات دیگر آقای حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی از هامبورگ آلمان، با من و شما خواهند. تا لحظات دیگر. با من و شما هستند آقای حسن شریعت مداری عزیز در هامبورگ آلمان. آقای شریعت مداری تحلیلگر سیاسی، سلام به شما و خوش آمدید دوباره به برنامه تفسیر خبر. من هم سلام دادم به شما و خدمت همه بینندگان و شنوندگان خوب شما. امیدوارم که بحث پرباری باشه. آقای شریعت مداری، ببینید موضوعات روز من در عرصه زندگی مردم بسیار زیاد است. شما بعد در و دیوار پایتخت ایران میبینید آگهی های فروش کلیه. من در صفحه حوادث یک آگهی دیدم در شهر زابل، مادری که بچه 5 ساله خودش رو برای فروش گذاشته بود به دلیل اینکه نه جا داشتن با 2 بچه دیگه، 3 بچه‌ای که دارن و شوهر معلولی که نمیتونست کار بکنه و از این خبرها زیاد. و هوای تهران امروز هم اعلام کردن آلوده است، نباید بسیاری بیرون بیاد. این از مسائل روزمره، حالا بقیه چیزا هم هست، برنج مسموم عرض کنم خدمتتون، داروی عطاریک گذاری و همه این مسائل. خب حکومتی که این ابتدایی ترین مسائل رو برای مردم زیر سلطه خودش نمیتونه حل بکنه، یه دنبال مسائل مشکلزایی مثل انرژی اتمی به چه دلایلی هست؟ شک برانگیز نیست؟ بله، جدا از این که این قضیه رو رفت بدیم محیط زیست و به بیلیاقتی این حکومت که حتما هست و این که این حکومت نمیتواند احتیاجات مبرم مردم رو مدیریت کنه و رفت کنه، این واقعیت هم هست که در جامعه ما به تدریج یک خودآگاهی محیط زیستی به وجود میاد، چیزی که اصلا سابقه نداشت. من یادم چند سال پیش 2 تا خاطره به شما بگم. اول که موقعی که اسبست در اروپا به عنوان ماده سرطانزا شناخته شده بود و خیلی ساختمانهای بزرگ دولتی و مدارس رو در آلمان و کشورهای اروپایی میبستن تا این ساختمون ها رو یا خراب کنن یا بازسازی کنن که مردم به سرطان مبتلا نشن، وزیر صنایع اون موقع ما میگفت که این یک توطئه امپریالیسمه به خاطر اینکه ایران و شوروی اون موقع هنوز نپاچیده بود، منابع بزرگی از آسبست دارن، اینا دارن اینو سرطانزا اعلام میکنن تا ما رو از این ماده بسیار مفید محروم کنن. این وزیر اون مملکت بود و از این آسبست برمی داشتند واشر سر سیلندر اتومبیل می ساختند که در حرارت بالای 300 درجه سانتیگراد به مراتب اثر سرطانزاییش بیشتر و لنت ترمز باش درست می کردن توی ایران و مدت ها ممنوع بود که جانشین این ماده که ماده ایست که سرطانزانیست وارد ایران بشه.
از بخش مردم بگم، یک آقای بسیار محترمی که کارخانه بسیار بزرگ ترمسازی توی ایران داره و داشت، در دوره دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی آمده بود اینجا، گله میکرد که رفسنجانی کارخونه اینو از شهره فعلی برداشته بوده جاده صابه و میگفت آقای مهندس حالا زحمات که ما متحمل شدیم و سرمایه گذاری هیچی، این فاضلا به این کارخانه رو این کشاورزای بدبخت دوربر استفاده میکردن باش خربوزه میکاشتن، اون بیچاره ها وضعشون بود. گفتم حاجی محترم میدونی که این ارسنیک داره، زرنیخ داره و این بیچاره ها چه بکشتن؟ خانواده خود من عمریست از این خربوزه میخوره هیچ چیش نشده، حالا شما هر چی میخواهید. این برداشت مردم از محیط زیست بود و اون برداشت حکومت، ولی خوشبختانه با حکومت عقب مانده متاسفانه، ولی خوشبختانه در مردم یک خودآگاهی بسیار عمیق محیط زیستی در اثر خشک شدن دریاچه ارومیه، در اثر خشک شدن زاینده رود، کارون، جنگل‌ها و آلوده شدن هوا پیدا شده که البته قیمت گزافی است، ولی به هر صورت امیدواریم که این حرکت‌های مردمی که هر روز در حمایت از محیط زیست و حیات وحش ایجاد میشه بتواند جبران گذشته رو در حدی بکنه. البته متاسفانه حکومت بسیار عقبه و هنوز چنین خودآگاهی در حکومت یا پیدا نشده یا کم پیدا شده. خانم ابتکار جایزه عرض به خدمتتون مبارزه با از بین رفتن محیط زیست و از یک مؤسسه معتبر بین المللی میبره، ولی از نزدیکان ایشان بنزین چیزی رو تولید میکنه در ایران که هوا رو به شدت آلوده میکنه. به هر صورت این یک وجدان سالم و یک خودآگاهی کاملا قوی میخواد تا اینکه محیط زیست رو آماده بکنه برای زیستن. و البته اعتراضات مدنی و حرکت‌های مردمی که امروز حتی به خاطر محیط زیست هم افراد میگیرن که اعتراض میکنی، بسیار در تسریع این روند در حکومتی که چشمانش رو میبنده و حتی نمیبینه که خودی ترین خودی هاش هم در اثر خراب بودن محیط زیست ممکنه سرطان بگیرن، خودشون هم ممکنه سرطان بگیرن، این اعتراضات مدنی به شدت این فرایند رو تسریع خواهد. خب خانم ابتکار اشاره کردن، خانم معصومه ابتکار، ایشون مسئول سازمان محیط زیست ایران هستند. خانم معصومه ابتکار تروریست سابق جزء دانشجویان خط امام به رهبری آقای موسوی خوئینی ها که سفارت آمریکا رو به اشغال در آوردن سخنگوی این عمل تروریستی بود خانم ابتکار، و به پاداش همین اقدام بعدها در نردبان قدرت قرار گرفت در حکومت فقیه و به تناوب وزیر، مشاور رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، مسئول سازمان محیط زیست. خب برحال وقتی مسئول سازمان محیط زیست کشوری مثل ایران، کسی با دانش و تجربه در همین حد نازل خانم ابتکار باشن، به گواهی آنچه که میبینید در محیط زیست، نتیجه محیط زیست ایران هم چنین خواهد بود، همون گونه که آقای رفسنجانی نیست مثل بقیه، آقای خامنه ای در مقام رئیس جمهوری، آقای محمد خاتمی در عرصه‌های مختلف دخالت کردن، از جنگ بگیرید که به گفته آقای منتظری به طور تلفنی آقای رفسنجانی هدایت میکرد تا صنایع کشور، که به چه شکل اشاره کردن آقای شریعت مداری. اما آقای شریعت مداری ببینید، این محیط زیست و بعد قیمت نان در بعضی از شهرستان ها به بیش از 50% افزایش پیدا کرد، حالا آب و برق مجانی قرار بودشه که نشد، هیچ آب هم در موارد وجود نداره حتی، و نان 50-60% رفته بالا در بعضی از شهرستان ها. بله، گفت شیخا خوب ورد آورده ای، لیت سوراخ دعا گم کرد. این دولت آقای روحانی خب رهنمودهایی که تیم اقتصادیش برای مبارزه با تورم میده اندازه فنی است و صحیحه، ولی من نمیدونم چرا از
از گوشه‌ای شروع کردن. اصل ایده اینه که به اندازه که تورم کم میشه یارانه دولتی رو میشه کاست، اما من نمیدونم چرا از این رزق عمومی بسیار حساس که در ایران یکی از چیزهایی بوده که همیشه مردم نسبت بهش خیلی حساس بودن. یادتون باشه سال 39 آقای امینی میخواست نون رو ارزون بکنه، موفق نمیشد و توفیق یک چیزی چاپ کرده بود به سبک سینه زنی های قدیم، میگفت گفتی که نان ارزان شود، اون نان ارزانت عمت به قربانت. یادتون میاد؟ بله بله. همیشه این مسئله نان در مملکت یک مسئله حساسی بوده. چرا دولت آقای روحانی به جای اینکه یارانه های مستقیم رو به پولدارها نده از نان فقرا کم گذاشته و اول اینجا رو شروع کرده گرون کنه، معضلی است که تا کنون من جوابی براش پیدا نکردم و نشانه ندانمکاری سیاسی است یا بلبشو بودن اوضاع یا هر اسم دیگری که برش میذاریم. اصل قضیه از لحاظ اقتصادی درسته، ولی جهتی که حرکت کردن بسیار نابخردانه. خب ببینیم، مسئله همین هستش، یعنی یکی مسئله نان هست، یکی مسئله عرض کنم خدمتتون هوای آلوده هست و همین مسائل روزمره زندگی. حالا چه مسئله میشه گفت نیست؟ حالا اون بر قضیه هم هست، البته اون بر قضیه این هستش که آقای خامنه ای اومده بود گفته بود ما مقاومت اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت. حالا اگر ایشون یا سخنگویان ایشون، کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی، همین آقای ظریف که وزیر خارجه هست، بیاد در جاهای اعلام کنه پشت پرده جنوب پرده، ببینید نشونش همین دیگه، چقدر مردم طرفدار هستن و پیرو ولایت فقیه. وقتی اعلام شد اقتصاد مقاومتی، این از هوا، این از آب، این از گرونی روزافزون، این نان هم 60% گرون شده، کسی اعتراضی حرفی نداره و این نشوندهنده این هستش که مردم هوادار و مطیع ولی فقیه هستن. این حرف رو اگر آقای ظریف یا بقیه بزنن شما چه جوابی دارید؟ بله، من فکر میکنم که جامعه ای که عکس العمل از خودش نشون نمیده خطرناکترین دوامه برای نظام های دیکتاتوری است، چون به تجربه نشون میده که چنین جوامعی یک روز صبح ممکن است درست به عکسش تبدیل بشن و یک امید واهی به اونها انرژی مخربی بده که همه چیز رو به هم برسن. شما تونس رو دیدید بر سر کشته شدن یک نفر، مصر رو بر سر گرون شدن همین نان، چون مصری ها میخواستن که غلات رو به اروپا صادر کنن برای اینکه در اروپا با غلات انرژی جایگزین میساختن، انرژی آلترناتیو میساختن و این باعث گرانی نان شد. اولین نشانه های نارضایتی در مصر اتفاقا گرانی نان بود. همه این جوامع جوامع مطیعی بودن و از خودشون عکس العمل نشون دادن، ولی از امروز به فردا وضع دگرگون شد. خطرناکترین جوامع برای حکومت‌های استبدادی جوامعی هستند که خشم را فرو می‌خورند، در خود می‌ریزند، عکس العمل نشان نمی‌دهند تا به حد انفجار برسد و ناگهان یک جرقه، یک امید واهی جامعه را به انفجار می‌کشه و همه چیز را در خودش می‌نورد. ما الان متأسفانه در چنین وضعیتی هستیم. آقای شریعت مداری، در همین عرصه‌ها که ما می‌بینیم و اشاره کردیم تا همین جاش، ریشه مشکلات از کجاست؟ خیلی ها معتقد هستن این از امتزاج در هم بودن دین و حکومت هست، روحانیت و دولت هست و همه اینها. خیلی ها معتقد هستن جدایی این دو از هم، که حالا با جدای دین از حکومت که خیلی اصطلاح فرنگیش رو به کار میبرن، سکولاریسم یا هر چه که هست، جدای دین از حکومت این عمده ترین شاهراه هست برای رسیدن به راه حل های این مسائل. بله، میخواستم، خیلی ممنونم که این فرصت رو دادید. من این بدفهمی رو که در ایران راجع به سکولاریسم هست در بین خیلی ها، البته خیلی از انسان‌های فرهیخته میدونم، سکولاریسم یک جریان ضد دینی لزوما نیست. سکولاریسم یعنی
شخصی شدن دین، یعنی مدنی شدن دین در جامعه و غیر سیاسی شدنش، و دین سالم غیر حکومتی را حفظ میکنه و نمیگذارد که حکومت بهش تجاوز کنه، کما اینکه نمیگذاره به حکومت روحانیون تجاوز کنه. هر دو در امان میمونن. افراد سکولار مذهبی وجود دارن که با حفظ مذهب خودشون ساختار جدایی نهاد دین از نهاد دولت هستن. افراد غیر مذهبی سکولار هم زیاد هستن و این دو لزوماً یکی نیست. یک نوع سکولاریسم ضد دینی هم وجود داشته که البته اون یک مبحث دیگری است، ولی سکولاریسم تاریخاً و مضموناً لزوماً به معنی ضد خدا و ضد مذهب بودن نیست، و این شکلیست حکومت ایران مخصوصاً میپراکند تا جلوی جدایی نهاد دین از نهاد دولت رو که راه بهروزی این مملکت هست بگیره. یعنی میشه به تعبیرهای عادی ترش همون حکومت عرفی هم میشه شاید تعبیر کرد؟ بله، حکومت عرفی ممکنه حکومت دیکتاتوری عرفی هم باشه مثل حکومت بس، ولی حکومت دموکراتیک با جدایی نهاد دین از دولت هم عرفی است و هم دموکراتیکه. یعنی نه فقط دین در دولت دخالت نمیکنه، هیچ ایدئولوژی مثل ناسیونالیسم، مثل توتالیتاریسم، مثل فاشیسم، مثل کمونیسم، اینها هم در حکومت دخالت نمیکنه. بله، اگه اصل فقط جدایی دین از حکومت باشه، خب خیلی از دیکتاتوری‌ها اینم دارن، دین از حکومت جداست ولی دیکتاتور هست. ولی بعد همه ایدئولوژی ها از حکومت نه فقط برات میگم بحث مفصل است، ولی اون چه که در مرحله این بحث ما بهش میرسیم میشه گفتش که نتیجه مشکلات کنونی، یعنی ریشه در همین مسئله داره. کاملا اینطور. برای اینکه در وقتی دین در حکومت دخالت کنه، دخالت دولت هم در دین دخالت میکنه، هم تفسیر یگانه‌ای با به تبع اربابان قدرت از دین تفسیر رسمی میشه و دینداران ضرر میکنند، و هم آنهایی که در حکومت دخالت کردند نه به لحاظ تخصص، نه به لحاظ پاک دامنی، به لحاظ تظاهرشون به دین افراد درجه که حکومت میشن و به نام دین میکنند اونچه که میکنند، و همین اوضاعی پیش میاد که ما در ایران فعلی میبینیم. و از طرف دیگه دین که یک امریست ثابت و الهی، قابلیت تطبیق با اوضاع روز رو نداره، و حکومت از این که قوانین خودش رو به روز بکنه و مملکت رو اداره بکنه عاجز میمونه. بنابراین حکومت عقب افتاده میشه، فاسد هم میشه و ریاکار هم میشه، به خاطر اینکه بین دو سنگ آسیا به حفظ دین و حفظ جامعه همیشه در تلاطمه و در نتیجه هیچ کدوم رو به نتیجه اینه. البته آقای علم الهدا امام جمعه مشهد نظر دیگه ای داره. آقای شریعت نداری برخلاف اون چی که شما و من اینجا مطرح کردیم، ایشون معتقده که نظامی جامع‌تر، بهتر و کاملتر از نظام ما که منظور همین جمهوری اسلامی و ولایت فقیه هست وجود نداره. البته خیلی خوشحالم که نظر ایشون کاملا یک نظر دیگه است، وگرنه به گفتگاه خودم شرط میشه. بله، آقای علم‌الهدا که باعث شدن خیلی کسان دیگه در جمهوری اسلامی به فراموشی سپرده بشه، از جمله امام جمعه رضایی. بله دیگه، ایشون هر از چنگایی همچین صحبتهایی میکنن و به عنوان یکی از کسانی که خودش مرحال معرف خیلی موضوعات هست گفته که تحجر به ما ضربه میزنند. آقای شریعت من، آقای علم‌الهدا، یعنی درجاتی از تحجر هم پیدا میشه که حتی آقای علم الهدا رو فریاد میاره. برای اینکه وقتی دین وارد حکومت شد، این مسئله که چه چیزی خرافات است، چه چیزی تحجره، چه چیزی دینه، چه چیزی دین رسمی است، فقط منابع قدرت تعیینش میکنه. سپاسگزار هستیم آقای شریعت مداری گرامی، با سپاس بسیار از شما. منم متشکرم از شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با ما در تماس باشید از طریق نشانه‌ای که میبینید بر صفحه تلویزیون. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز کوه، سند و سبلان آسماری، کوهساران دراک تفتان دلهو و زاگرس
و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته بود.